سلام، علیرضا غزالی هستم، از مجموعه آفریدار در خدمت شما هستم با یه قسمت دیگه از آموزش نرم افزار بلندر. توی این جلسه میخوایم با هم دیگه ادانه حالا واتر لایبری اکواتیک فول رو یاد بگیریم که خب یه ادان هست برای ساختن آب و به ما کمک میکنه که به ساده ترین روش بتونیم آبها رو بسازیم، دریا بسازیم، دریاچه بسازیم و یا حالا فرمایی مثل آب نما و این چیزا تولید کنیم. خب بریم سراغ آموزش. اول از همه من میام اینجا یه دونه نیو جنرال میزنم، دون سیو رو میزنم، هر چیزی توی صحنه دارم رو پاک میکنم و میام این قسمت ادان رمو که حالا دانلود کردم و نصب کردم. نصب سختی نداره، فقط کافیه فایل زیپش رو توی این استال پرفرنس این قسمت نصب کنید و حالا توی این ساید بارتون اضافه میشه. وقتی که اضافه شد اینجا اولین گزینه‌ای که داره اسپاون اسست که خودش سه دسته افکت و مدلار و فرنیچرز رو داره. خب توی این بخش که شما میبینید یه سری حالا آب نما و این چیزا برای شما قرار داده که فقط کافیه اون رو انتخاب کنید، تیک make editable رو بزنید و اوکی رو بزنید. میبینید که آب نماتون به صحنه‌تون اضافه شد و خودش هم دارای متریال و انیمیت هست. من حالا یه دو فریم برم جلو اینو ول کنم، میبینید که آبه داره جا به جا میشه. خب توی حالا سایکل و ایو هم ما اینو میتونیم رندرش کنیم، یعنی حالا مهم نیست که حتما سایکل باشه یا حتما ایو. میبینید این سایکلش هست که خب رئال تره و ایوش هم که اینه. خب بخش بعدی که داریم، حالا من همینو هم میتونم جدا جدا بخش های مختلفش رو استفاده کنم که میبینید از چند تا بخش مختلف خودش ساخته شده. میتونم اضافاتش رو مثلا اینو من دیلیت کنم، اینو فقط نگه دارم و اینو هم دیلیت کنم. میبینید که تا حتی این کاستیک هایی که توی آب میفته رو هم ساخته. اینا رو پاک میکنم و میرم سراغ افکت ها. پس این شد حالا مدل های آماده ای که داریم. یه نکته خیلی خیلی مهم که حالا داریم، اگر که ما بخوایم اینا رو سیمولیشن کنیم و توی دنیای واقعی اینا رو، حالا یعنی توی میگم دنیای واقعی منظورم توی سیمولیشن شدن توی نرم افزار بلندر یا هودینی یا حالا هر نرم افزار دیگه بخوایم این سیمولیشن رو انجام بدیم، قشنگ هر کدوم از اینا یک روز تایم ما رو میگیره. ولی میبینید الان من با یه کلیک ساده اینو میسازم و چون حالا این تکسچر بیس هست، یعنی این سیمولیشنی برای این در نظر گرفته نشده، این یه حالا تکسچر هست که انیمیت شده، به همین دلیل فوق‌العاده سبک هست. که خب میتونم اگر که حالا فراموش کرده بودم تیک make editable رو بزنم، اینجا convert to editable رو بزنم تا این editable بشه. این پس از این قسمت. قسمت بعدی که داریم افکت هامون هست که همینجور که میبینید افکت های مختلفی رو اینجا برای ما قرار داده، مثلا همون حالا کاستیک هایی که بود به این شکل و انیمیت هم داره، یا مثلا حالا این افکت ریختن آب داخل یه بخشی که خب من میتونم این convert editable‌اش کنم و اینو هم حتی پلینش رو ادیت کنم، مثلا این نقطه رو جابجا کنم. میبینید هنوز کار میکنه. پس میتونم اینو خیلی جای مانوف دارم بدمش مثلا روی یه حالا سطح زمین پخش یا حالا هر فرمی که خواستم کارم انجام بدم. توی این قسمت ها هم پس شد افکت هامون که افکت های مختلف رو داریم و بخش بعدی ما بخش مدلار هست. که مدلار چیه؟ آبهایی هست که حالا توی اونا استفاده شده بود. مثلا من اینو انتخاب میکنم و میزنم، همینجور که میبینی این
آب برای من ساخته شد و واقعا هم انیمیت داره و خب اگه برم روی مودل رندر، حالا مثلا سایکل، این فوق العاده هم رئال هست و هیچ مشکلی هم نداره از این بخوایم استفاده کنیم که بگیم کیفیت کارمون میاد پایین. پس من اینو هم حالا پاکش میکنم، میریم سراغ بخش بعدی کارمون. توی این ادانی بخش بعدی که داریم میتونید بیاین توی این بخش حالا افکت ها یا هر کدوم از اینا رو که انتخاب کردید سلکتش کنید، کانورس ادیتیبلش کنید، پینت رو بزنید و شروع کنید حالا اینجا ماسک فاکتورتون رو کم زیاد کردن و اینو پینت کردن روی بخش های مختلفش. میام روی آبجکت و اینو هم دیلیت میکنم. یه نکته دیگه که داره، من میتونم اینو بزنم دوباره این لینک میشه برای سبکتر شدن کارم. پس convert to editable، convert to link. اگر که دیدم متریال های این پریده، کافیه اینجا find missing file رو بزنم و متریال های من رو برام میاره. اگر چند تا فایل رو یه شکل آوردم میتونم remove duplicate بزنم، اونایی که یه شکل هستن دیلیت بشن. بخش بعدی که داریم open scene هست که خودش یه سنه پیش‌فرض برای ما در نظر گرفت و به محض اینکه من اوکی کنم، اون سنی که حالا توی عکس این ویدیو دیدید و یا اول ویدیو دیدید باز میشه و میتونم با دوربین توش بچرخم و ببینم به چه صورت اینو کار کرده. بخش بعدی که دارم این هست که مثلا من اومدم اینو SZ Ctrl A All Transfer، این حالا مثلا باکس رو ساختم و میخوام آب باشه. حالا مثلا من یه دونه چیزم بیارم، ادانه ترین ببینم فعال هست توی پرفرنس. توی object view mesh نه add mesh، توی add mesh و landscape هم فعاله. چرا پس من توی ندیدمش؟ ATN این هاشه اینجاست، ببخش. این landscape رو هم مثلا میزنم، یه دونه از این پریست های خودشو انتخاب میکنم، من یه مقدار اینو موو میدم میارمش پایین تر که به این شکل بشه. خب الان اگر من بیام اینو روی حالتی که دوتا متریال یا روی این همین حالت، میبینید که خب یه فرم جزیره برای من ساخته شد. میتونم اینا رو هم بالا و پایین تر کنم یا از فرمای مختلفش استفاده کنم، ولی برای من فعلا همین کافی است. اینو که حالا انجام دادم، میام این باکس زیر رو سلکت میکنم، اسپان متریال رو میزنم، یکی از این متریال ها رو انتخاب میکنم به سلیقه خودم. خب این مثلا یخ زدش هست، اینا فرمای عادی تر هست. من این حالا سویمینگ پولش رو انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم. حالا تنها کاتگوری که ما داریم واتر هست تو این بخش، اوکی رو میزنم. میبینید که چقدر جالب این اپلای شد روی حالا مدل ما و به سادگی. حالا من اگه یه تم حالا رنگ خاکم تقریبا به این بدم و برم روی مدل رندر، حالا شما میتونید بیشتر تایم بذارید بر اون بالایی، میبینید که یه آب ترانسپرنت همراه با انیمیت داریم که خب اگر این آبو میخواستم سیمولیشن کنم فوق العاده زمان بر بود. و حالا میتونم این دور تا دور رو هم بیام اکسترود کنم یه پلینی رو، یا حالا دورای اینو سلکت کنم یه اکسترود رو به بیرون بدم و توی بخش اسپان متریال این حالا حالت امواج رو به اون بدم که انگار این موج هام دارن میخورن به این صخره ها. و خب فوق العاده میشه کارهای جالبی با این کرد با همین یه ادانه ساده. خب مرسی که تا اینجای آموزش هم با ما همراه بودید، امیدوارم که این آموزش هم برای شما مورد استفاده باشه و بتونید ازش استفاده کنید و کاربردی باشه. اگر که حالا این آموزش رو دوست داشتید حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت انگلیسی رو هم فراموش نکنید. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.